بسم الله الرحمن الرحيم. در درس روز گذشته ما در مینوی کاستومرز آخرین کماندی که خواندیم چینج آیتم پرایس بود و اینوینتری مینو بود. در مینوی کاستومر در بخشی کریت انوایس بعضی از آپشن هاست که او را ما گپ نزدیم و به مو شکل یک موضوع بسیار مهم از یاد ما رفته بود، شما هم چیز نگفتین. در مینوی وندرز امرای مسل تاکس است که را میچ گپ نزدیم. ایره گپ زدیم؟ نه نزدیم گپ. امروز بخیر روی ازی گپ میزنیم. اول میایم ما روی کستومر در کریت انوایس. آمدم روی کستومرز کلیک کردم تا کستومر سنتر برای ما باز شوه. اینی مشتری های ماستن. یک اینی مشتری را در نظر میگیریم، اینی مشتری سلام صفحه. اگر باید تن باشه وقتی که ما انتر تایم اکتیویتی میکردیم برای زی، اگر ویکلی می بود یا سنگل می بود، باز از طریقی کریت انوایس برش انوایس را جور میکردیم. برای ما یک مسیج میداد که بیلیبل تایم این کاست اویلیبل فور دس کستومر. با اساس از امون برای زی انوایس میخوای یا نمیخوای. در اونجا یک چندین آپشن دیگه هستن. یکی از آپشن ها ایریست ها که اگر ما خریداری میکنیم، ما چی میکنیم؟ با یک وندر خود چک میدیم، با وندر خود چک میدیم و یک جنس مشخص ما بخواییم با یک مشتری مشخص. از خودت یک کمپانی داری، دادن مونیتور میگیرم و جوارخیل سبی برای ما آردر دادن. ایره چه قسم ما میشه که به مشتری مشخص چی کنیم؟ پروسس کنیم. خب اول ما میم امو آپشن ها رو برتون نشان میدم کدام آپشن هاست. دینمی سلام صفحه میم میگم برای از یک سنگل اکتیویتی رو ریکارد میکنم. سنگل اکتیویتی کدام تاریخ؟ تاریخ امروز از دیروز. نام وندر یا امپلوی تو اینجا انتخاب میکنم کدام امپلوی سرویس برای از انجام دادم. میگم که اپل هست. خب با کدام مشتری؟ میگم با سلام صفحه. چی سرویس انجام دادن؟ برش تکنیکل سپورت دادن. با مدت چقدر وقت؟ مدتی یک سال. صحیح است؟ کلاس چیزها رو مشخص نمی کنم، بلیبل هست میگم، سیکل کلوز میگم. خب حالا اگر ما این نفر برای ما پولی نقد داد، انتر سل سپت میگیریم و اگر قرض میداد انوایس. میگم نه، پولی نقد برایم داد. صحیح است؟ آمدم برای از اون انتر سل ریسپت انتخاب کردم. میگم این همی مشتری ما که هستن، اینه که کلیک میکردم اینی اپشن که میمد اگه باید تن باشه. سلیکت در اوستندنگ بیلیبل تایم این کاست تو اد تو دس انوایس. یس میگم اوکی. اوکی کلیک کردم سل کو. فقط اپل کدام سرویس انجام دادن؟ یک ساعت تکنیکل سپورت دادن. ای خو اصد هستن ما اپل انتخاب کردم. نی یه سابق کمانده ده هیستوری هزی در پالوی از امی اپشن ها که ببینید اینجا امرای ما اکسپینس هم هسته، مایلیج هم هسته، آیتم هم هسته. یاره نگفته بودیم نه؟ خب ایره ما سلیک کردم کل ازیرا سلیک کردم اوکی گفتم. بعد از اون سیو این کلوز گفتم. پیسه را به شکل کش از این نفر ریسیب کردم. میریم در اینوینتری، در فیزیکل اینوینتری ورکشیت اینجا آمدم. فعلا مونیتور در نظر نمیگیریم. کور i7 سی پی او ما چقدر است؟ صفر است. ما به طور مثال اینمی سلام صفحه برای ما گفت که بیادر برای ما کور i7 سی پی او کار است. رفتم در بازار در جای ایره خریداری کردم. صحیح خریداری کردم و به وندر خود پول از طریق رایت چک دادم. از طریق چی؟ چک دادم برش. می پیسی رو بگی بیادر ایجنس برای ما ضروری است. رایت چک کلیک کردم. میگم رایت چک با کی میکنی؟ چک با کی نوشته میکنی؟ اول بینک اکاونت انتخاب میکنی. از کدام اکاونت چک میدی؟ میگم از امی کیش اکاونت ما. کیش اکاونت خونه میشه از ای ای بی بانک دیجه پیسه داریم. یک لکو 12,000 افغانیست بلی پیسه داریم. خب چک دادی بخاطر کدام اکسپنس؟ بخاطر کدام اکسپنس است یا بخاطر کدام آیتم است؟ میگم نه، ما آیتم خریداری کردیم از این نفر. چی را خریداری کردی؟ میگم
چی بود کورای 7 سی پی یو است چند دانه است 5 دانه است 5 دانه قیمتش چقدر میشه 15000 وی برای ما میگه که تانوس تو در کویک بوکس هیچ چه رایت نکری چه که اولیس که تو رایت میکنی در اینجا وی تاریخش هست میگم تاریخ 5 انتخاب کردم به طور مثال خب ای چک که رایت کردی با کی میدی چک میگم ای ربا نه نه وندر انتخاب میشه اپل خوب پیسه داریم نه اپل اساس پا ثابت هم قرضدار است میگه دیگه شمی بینیم کدامش قرضدار نیستیم از سرباز خان قرضدار نیستیم صحیح سا سرباز خان انتخاب کردیم ایر انتخاب کردیم میگه پرچیز آردر در هستوی ازی وجود داره او رو میخوای اوپن کنیم نه میگم و ای رو باسه زوری سیف میکنه نه مستقیم تو جنس گرفتم چک برش دادم چک در جیبم بود چک نوشته کردم برش دادم خب ایرا دا کدام سایت تو میبری ایرا میبرم دا کابل مین برانچ ایرا که اوکی کلیک کریم بعد از او آیا ترو ایرا بخاطر کدام مشتری مشخص خریداری کردی یا نه اگر نکردی مشخص ایرا دور کن بازی جنس تو میتونی به هر مشتری استفاده کنی اگر در اینجا تو انتخاب کرده که ایره ما با سلام صافی بکنه سلام صافی ایره به خاطر ازی گرفتیم وقتی که ما انوایس جور میکنیم به مجرد که نام سلام صافی کلیک کنیم برای ما میگه در هیستوری ازی که اور استندینگ اویلیبل تایم اند کاست اویلیبل میخوای با اساس از ما انوایس جور کنی یعنی صحیح است در میمو نوشته کو که آیتم پرچیزد فور کستومر dash salam safai ya in order of salam safai ir nishta bas barazu save in close me hal ki save in close ma click kare salam safai khabar ma order na kara ye to cheez hai na aspish ma quotation boda na sell order boda aspish ma ya bare ma sell order na kara hal agar ma sell receipt me kunam یا انوایس میکنم مستقیم نام زیر که انتخاب کن برای ما میگه که در هیستوری ایزی بلیبل تایم این کاست اویلیبل است و در اونجا باز برای ما آیتم فعال میشه تا فعلا که از آیتم فعال نمیشه کاست این تایم فعال میشه حال چی فعال میشه؟ آیتم فعال میشه سال کو میگم که بقرز نمیگم بنار پیسه برای امداد گفتم جنس برای ما بدی و یک چیز دیگه رو متوجه باشین پیش از اینکه کار کنیم هر وقت که ما از رای چک چیزی رو میخریم از چی از رای چک باز مثل ازی واری نیست که ما در وندر بریم که اول ریسیو آیتم میکردیم باز انتر بل میکردیم باز پی بل میکنیم او ریسیو آیتم و انتر بل و پی بل کلش یک جای میشن چون جنس گرفت چک داری برش ببین آلی باید 5 دن خریداری کردیم نه 5 دن سی پی یو مزید چی شوا زیاد شوا بیاد اینجا در اینوینتری در فیزیکل اینوینتری بیا 5 دن سی پی یو مزید زیاد شده یا نشده زیاد شده اگر در پیبل بریم امی نفر ما انتخاب کن نام وندر ما چی بود سرباز خان بود اگر در پیبل بریم میگم که از اون ما قرضدار هستیم یا نیستیم بیاد اینجا پیبل کی انتخاب میکنیم آل وندر نه میگم چی شد آل وندر کلش نشان داد سرباز خان اینجا هستن سرباز خان این 4000 افغانی دیگه چیز هستن میبینی 4500 دیگه چیز است قرضدار هستم اونجا پیشتر که خریداری کردیم چند بود 15000 اومده نه آمده خب ایره ما کلوز کردم خب آمدم در اینجا میگم برازی ما یک سل ریسپت میکنم بنخ چیز از پیشم گرفت ایره که کلیک کردم باز از سر نام ایزی جوان که انتخاب میکنی اما مسج برای ما میده ایجا سلیکت در اوتستندنگ بلیبل تایم این کاست انتخاب کردم اوکی کلیک کردم آلی بجای تایم چی میایا آیتم برای ما فعال شده در هیستوی ازی نه تایم وجود داره نه اکسپنس وجود داره که تو برای ازی کدام اکسپنس انجام داده باشی اکسپنس چه قسمه شو میگم برد نه مایلیج وجود داره صرف چی وجود داره برای ازی تو اینمی چیز گرفت چی گرفتی؟ کورای 7 کمپیوتر است چند دانه را گرفتی؟ 5 دانه خب ایره آرد میکنی دیجا میگم بله ایره آرد میکنم برای ازو اوکی کلک میکنم ای پرنت سلیکتد آیتم این کاست از وان آیتم چی میکنه کار چی کار میکنه ایره میگم اوکی کلک کن اونمو قلم پس اینجا آمد یا نامد از کدام سایتی رو باز میدی برش میگم از کابل مین برانچ تاکسیبل است نیست تاکسیبل سیو این کلوز کلک کن اگنور بال سپرنگ چک پا
پای سر ماس پیشش او ریسیف کردم. جنس بیان کم شده نشده. اینجا بیان جنس چی شده؟ صفر شده. پای سر کجا رفت؟ پای سر چرا نامه دینجا؟ خدا بگو. چی شده؟ چیزی که شده چک بدهی. خب. وقتی ما پای سر از اینجا مکان نکردیم. خب. تو دل تا ولی نخی دل تا زمان دی سلام صافی بانی خوب 15000 ماست از جنس فروختم نفرت منو سعیسته ولی نخی تا تموی تو سوی استاد دیو خطر تو چک منگا است چک خو منگا بندار تا ورکو آخو جدا خبره وای دل تا چیز دم سری منگا جنس بی خرس کو جنس کم شد نه پیسی سوش بی ولی دلتو پیسی نرسی ها؟ اکانت رسیب بده اصلا نه پا قرض مخواست کرده چا اکانت رسیب بده تو وجه بخل سن مستاد پیسی خود سفر بده خیجی معمونگا پیسی رسیب کرده آفاین پا کش بانیم خرص کرده دلتا خود بیلنس کی منتا ایجا خود پاری ما بیلنس نشان میتا اگر ما با قرض چیزی ربو فروشیم پیسی را پاری ما دا اینجا نشان میتا ایجا ما از طریق کدام کمان پیش رفتیم یا انوایس بود یا سل رسپ بود سل رسپ بود یعنی سلسا پیسه ایش رسپ کردیم گرفتیم بدست آوردیم خب بدست که آوردیم خب ایجا دوباره باز نشان بتا برد که بدر این نفر ده هزار قرض داره سی پانزده هزار خب ظلم از دیگه فروشاتا به نقد کردیم خب آلی پیسه میره ده کجا ده بینک ده اینجا ده میک دیپازیت بیا ده اینجا میاد ایجا سل رسپ اینجا میاد رسپ نمبر چند است چهار چقدر بود پانزده هزار افغانی کیست سلام صافی پوش به خبر وانه وندر خدا دیمو او خود چک بود چک هم پیسه هست دیگه او دلش امروز میره از بام پیسه میگیره سبا میره یک ماه بعد میره کار خودش هست آل بین شما از ام اکاونت من پیسه کم شده سابق یک لگو چند روپه بود دوازده هزار در ای ای بی بانک بود آل چند شده کم شده نشده کم صحیح شد اگر میخواستی آخرین ترانزکشن که از این رفته کدام ترانزکشن است در اینجا بیم در بینکینگ بگیم ریجستر ازیل چک میکنم ریجستر ازیل سل کو آخرین او ببخشیم ای رو من دور میکنم مستقیم هم ایشه از جای و از این طریق هم ایشه که مثلا تو خودت انتخاب کنی یوز ریجستر چی رو میخواستی ببینی از افغانی بینک اکاونت ای ای بی پیشتنی بانک ای ای بی بانک افغانی بانک اکاونت انتخاب میکنم اوکی کلک کو این ریجستر آخری دفعه چی شده چک دادیم ما با کی چک دادیم آیتم پرچیز کردیم فور کستومر با کدام کستومر سلام صافی چه قدر است؟ پانزده هزار کم شده نشده کم؟ صحیح است برای ما میگه دی اکاونت یک دفعه تو دی جا که است دوصد هزار افغانی را اوپنینگ بیلنس اکویتی را اد کری دی صحیح است باز از این که است یک صد هزار پیمنت کری چه قدر مانده؟ صد هزار باز میگه دیپازیت کری دی یک صد هزار دیگه پس دوصد هزار شده باز یک صد هزار پیمنت کری چه مانده؟ باز یک صد هزار پیمنت کرد چقدر مانده؟ باز دهی پانزده هزار که است دهی اکانت پانزده هزار پیمنت کردی این میگه منفی شده قرضدار شده بخاطر از دهی پیسه نبود تو چقدر پیمنت کردی؟ نه قدر پیمنت کردی باز دهی جه که است خب سل کو این ترانزیکشن از او کده بالاتر است یک دقیقه این ترانزیکشن این باید از او کده بالاتر میمد پایین آورد یک لک و بیست هزار دهی دیگه چی شده؟ یک لک و دوازده هزار دیپازیت شده میبینی؟ ان دیپوزیت فرانت ما دیپوزیت کریم از یک لکه دوازده هزار که پانزده هزار بر چه قدر میمانه او ریز بالا پایین آده دیت وایس مانده تلی سه کمون پیمنت پا وم ورده نده کده پیمنت پا پیزم مانده وو سب کوئی جان یعنی ای که استا اینی دیپوزیت که استا تاریخ شش بوده ای را باید ما تاریخ پنج انتخاب میکردیم مطلب بود اش افت انتخاب میکردیم که بعد از اوزو ترانزکشن میامد حالا چون تاریخ پنج انتخاب کردیم او میگه بیادر پیش ای تاریخ ای پیسه که دیپازیت شده دی تاریخ شش از این ازی بباد شده گرفت مطلب منی حالا سل کو ما پیمنت کرده بودیم نی میرم در رایت چک در رایت چک ببین چکی که ما آخر دفعه رایت کردیم کدام بود اینمی بود نی از پانزده هزار ای را تاریخش پنج انتخاب کردیم ما هشت انتخاب میکنم تغییرات آوردم آن اینجا سال که پیش میاد سیف کلک کردم یس گفتم ایره سیف گفتم ایره که چی کردم آل بیا ده اینجا ده یوز رجیستر ده اینجا اب ای ای بی بانک اکانت انتخاب کردم آل اتمن این پایین آمده میبینی پانزده هزار چون تاریخ ازی کرد چی شد متفاوت شد
ایره سورت کده به اساس چی تاریخ اول دوسه میگه به تاریخ که از پیسه دیپوزیت شده دی اکاونت دمی افغانی اکاونت از ای ای بی بانک باز میگه پیمنت کردی از 15000 چقدر میمونه خب ای بود امرای ما چی طریقه ریکارد کردن ای آیتم او آیتمی که ما از طریق رایت چک به وندر مشخص به کستومر مشخص خریداری کرده باشه بعضی اوقات یک مشتری ما میاید برای ما میگه که بیدر یک سرویس سپیشم پیشنهاد برای ما میگه که برای ما یک پروپوزل رایتینگ کن رئیس یک پروپوزل برای ما نوشت بنویس یا نوشته کن خب ما وقت نداری میره ما روان میکنیم به وندر خود برش میگیم که بیدر تو کار نداری یک پروپوزل مشخصات از این نفر بگیم پروپوزل برش جور کو باز ما پیسیش تو میتون بده با تو کستومر پیس میده و تو باز با وندر خود پیس میدی گرفت مطلب یعنی آمدم در کجا در از این طریقه میشه که ما مستقیم میشه چی کنیم انتر بیل کنیم سایست پی بیل کنیم و از این طریقه میشه که چک رایت کنیم اگرش چک چون کارش آسان است یک دفعه انتر بیل و پی بیل کل چیزایش میشه به او خاطر آمدم در کجا در رایت چک و دیگه به خاطر از این کار میکنم که شما قدر رایت چکم برای چیم که رایت چکم ما در کجا استفاده میکنیم مثلا یک مشتری ما آمد رفت به وندر ما از طریق برهنمایی خود ما برای از او پروپوزال نوشته کرد حال پیسیش سر ما مانده او نفر آمده بود که پیسی زیر برای ما بودی ما لی برای از این پیسه نقد نداشتم چک دادم برش گفتم برو از بانک پیسه بگی در رایت چک آمدم چک از کدام بانک رایت میکنی ای ای بی بانک افغانی اکام چک نمبر چند است که ما رایت میکنم دو خب اول در اینجا سل کن او دفعه ما چی میکردیم آیتم انتخاب میکردیم رئیس این دفعه اکسپنس ما انتخاب میکنیم اگر ما یک اکسپنس مشخص آیتم خود گبش خلاص شد پروپوزل رایتینگ چیزا خلاص شد یک اکسپنس مشخص ما به خاطر مشتری خود که هسته بالای وندر خود انجام میده مثلا چه قسم ما برای وندر ما مشتری ما آمد برای ما گفت که بیدر ما پرینتینگ این ریپروڈکشن کار داریم خب گفتم بیدر برو پیش یمو نفر برو چه قم از پرینتینگ که میکنی چیزا رو پرینت میکنی برد پرینت میکنی مشکل نیست باز بلش ما برد روان میکنم که چه قدر مصرف شده صحیح شو خبر پوش بیم ای را انتخاب کردیم با اون شکل یا ریپیر اند مینتیننس است یک مشتری برای ما آمد گفت که بیدر این چیزها رو برای ما ریپیر کن ما گفتم بیدر صحیح ما ریپیر میکنم پیش این نفر برو ریپیر میکنم از چه قدر افغانی رو ریپیر کردی؟ از بطور مثال از 5000 افغانی رو ریپیر کرد این وندر ما کدام وندر ما است؟ امی سلام صافی است چی سلام صافی؟ ببخشید سلام صافی نه او خود کستومر است سربازخان در کجا است؟ اینی سربازخان صحیح سربازخان چی کار کرد؟ با قیمتی 5000 افغانی به یک مشتری ما نامش چی است؟ نامش سلام صافی است چی کار کرد؟ سرویس انجام داد بعضی کارا را انجام داد با قیمت چقدر 5000 افغانی کدام کارا را انجام داد؟ ریپیر اند مینتیننس کرد ای در حقیقت چی است؟ اکسپنس ما است برای ما اکسپنس کرد خب ما اکسپنس که است به یک مشتری مشخصی را گفتیم که انجام بده بعد روزه که کار کردی ایره سیو این کلوز میگم این کلوز که کلیک کردی آل یکم ما مشتری آمد گفت پیدرم خانه تا بعد اون چیز را که پرینت کرده بودی قیمت چقدر شد ما گفتیم بیادر 5000 افغانی این پیسه شبیه صحیح ده با مشتری وندر خود ما پیسه دادم که بزود خلاص شده آل یکم ما بیم به اینجا بیاد چارت آف اکاونتس پیسه کم شده نشده از ای ای بی بانک 97 بود چند شده؟ 92 شده از او پیسه کم شده آل از مشتری پیسه میگیری به شکل کش میگم بله کدام مشتری است؟ سلام صافی است باز این اپشن فعال شد ای را انتخاب میکنم اوکی میگم این دفعه بجای آیتم مایلیج تایم چی آمده؟ اکسپنس آمده در هیستوری از یک اکسپنس ریکارد شدگی است که شما برش انجام دادیم کاش که رسیف میکنم در مقابل اون امور اکسپنس است میگم بله این امور اکسپنس است حالا اگر تو میگی که ما مشخص امی کلی دیگه چیز را ارد نمیکنم این امی اکسپنسیز که بود این امی رسپیش میگیرم گب خلاص خب معلوم دار است من 5000 افغانی رو برد میده اگر تو میگی که نه این 5000 افغانی رو خب ما به اون وندر خود دادیم حالا خب من باید یک چیز مفاد داشته باشم یا نداشته باشم به این امی نفر نیست این امی سلام صافی که از وندر ماست بر از او 5000 افغانی دادیم
تو میشه که مارکاپ ایجا مشخص کنی برش. مارکاپ هم میشه بر اساس پول مشخص کنی و هم میشه بر اساس فیصدی. میگم بیادر این توی کار کو 10% سر زو ارد کو فیصد ذکر میکنم 10% مارکاپ سر ازی ارد کو. خب ایرا که کلک کردی 10% قد ازی که ارد شد چقدر میشه؟ 5500 میشه. اینجا برای ما نشان نمیخواد، اینجا نشان میده مارکاپ برای ما شما انکم است یا نیست انکم. تا اینجا ادر یک این به نام ادر انکم یک اکاونت انتخاب میکنیم. ببین دیگه به نام ادر انکم ما اکاونت داریم یا نداریم؟ ادر انکم نداریم. خب ما چی میکنیم؟ دیگه یک اکاونت جور میکنیم به نام ادر انکم، سیو ان کلوز گفتم. بعد از اوکی کلیک میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردیم اینجا د مین وایس برای ما میاره که بیادر اینقدر سرویس بود و به مشکل اینقدر مارکاپ مکمل چی شده؟ 5500. حالا اگر تو اینو پرینت کنی به مشتری داری، خب در بدر شده. مشتری میبینه که اوه کار کس دیگه انجام داده، یه اسپیش ما تقریبا 10% مفاد گرفته. میخوای که نه ایره نشان نده، این دو لاین کس به فقط توتال شبت نشان بده، باز چی کار میکنی؟ ایره کلوز کو، پس ایره کلیار کو، بیا اثر ایره انتخاب که سلام صفحه باز رو انتخاب کو، اوکی بگو. این دفعه که در اکسپنس آمده ایره که انتخاب کردی مارکاب خدا کنه که 20% هم بتی باش. مثلا ما گفتم که 10% مارکاب سیس ایره ارد کو، ایره کرد که این نمی آپشن انتخاب میکنی باش. Print selected item and cost as one invoice item. در یک لائن برای ما اردویشن برای ما نشان بدیم. این اول وقت که ایره کلک کردیم اوکی کلیک کردیم، اوکی کلیک کردیم، در اینجا خونشان میتا برد. مگم اگر تو ایره پرنت کنی برای پرنت پیو میتی فقط توتال اکسپنس برای ما نشان میده. چقدر شده؟ 5500. بعد روزو سیف این کلوز بگو. نفر خوب با طبیعت پیسه بگیره ایچ کدام کب نیست. مسئله اکسپنس هم چی شد؟ خلاص شد. قسمتی پرنت از ما رفت که پرنت رو بیرو بزن. از فرزن سال سه کلم هست و یک کلم اول چه نشان میده دو کلم بیشه نشان میده. او ربرت میگم که چه قسم کستومایز میکنی؟ این وایس میخوای یک کالم نیست ده پنج کالم نشان بده، اون کاستومایزیشن شکاف میزنیم صحیح است. نه اینوایس کی میاد اینجا؟ اینجا اگر تو میخوای که اینمی اینوایس تا کاستومایز کنی، اینمی اینوایس تا اینمی رایش کاستومایز کنی. مثلا تو میگی یونیت اف میجرمنت نباشه، آیتم کد بیخی نباشه، یا آیتم کد باشه کوانتیتیش نباشه، یا ایچ پرایس نباشه، فقط تو طالب باشه. اینا گپ میزنیم که چه قسم بازی رو ما شما کاستومایز میکنیم صحیح است. اینا باز ما گپ میزنیم. اینی آپشن ها رو که میبینی این کلش بخاطر کستومایزشن هست. ده لیاوت شو میخوای کستومایز کنی صحیح است، تمپلیت بخی دانلود میکنی، میخوای یک کپی زیر جور کنی از این وایس ها، باز دو تخیرات بیر او ده گپ میزنی. خب ما ده گپ مایلیج بعضی اوقاتی تو میشه که ما یک کمپانی داشته باشیم که دو مثلا ما سرویس به مردم میتیم به اساس ساعت بدون ازی مثلا که اینمی سرویس آیتم پیش ما بود. مثلا ما یک چی دارم، یک کمپانی داریم دو کس موتر به مردم برنت میتم به کرا میتم، یک ساعت موتر میبری مثلا بیادر قیمتش این قدر است، پس باریم تیل هر چیز میباشی چکر میزنی تا خارج که بری همون طور است. موتر نداری برو به کمپانی گپ بزن، دو روز سه روز یک هفته پیش موتر برات میده پیسه از پیش میده. آفرین صحیح است. یه خورانندگی صبح بخی موتر میتم میگی بیادر کار داری کار تخلاص کو یک هفته بعد بیا پیسی تو از پیش پیسه میگیرم. هم به اساس روز میشه هم به اساس ساعت میشه. ساعت شما گفته بودیم چه قسم چی میشه که تا اینجا میرفتیم در کستومر در اینجا گفتیم که سنگل اکتیویتی را که ما ریکارد میکردیم 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت. اگر تو میگی که مایلیج ما ریکارد میکنیم، مایلیج که استنا به خاطر ویکل میشه به خاطر منتر چیزا در منوی کمپانی که بید اینجا کماند است همراه ما ببین در کجاست شما خودتان پیدا کنید به نام انتر ویکل مایلیج اینجا است. ویکل مایلیج یعنی مایلیج که چقدر موتر گشت او رو میخوای تو تا اینجا ثبت کنی. ایره که کلک کردیم به شکل چی می اول نام موتر تو مشخص میکنی چه قسم موتر است، ویکل چه قسم ویکل است، لند کروزر است، کورلا است، دیگه مرسیدیز بنز است، چی است. تا اد نیو بیا ما تا نوزی چیز را اد نا کاری دا اینجا که آمده میگم که میگم بیادر که همی لند کروزر است کل از یاد کردن خوب است. لند کروزر نوشته کردن او هم مدل 2022 در دسکرپشن هر چی که نوشته میکن نوشته کن دل خودت اوکی کلیک کن. در خارج هست افغانستان که پیدا نمیشه گپ چه داستان. خب این موتر
تو با کدام تاریخ برایش تسلیم کردی؟ میگم با تاریخ 5 تسلیم کردم. و ایره برای ما آورد پس با تاریخ 6 7 آورد. وقتی که ایره تو برایش تسلیم کردی اودیومیتر استارت یعنی چقدر کیلومتر میگه یا مایل سی گشته بود میگم که 100. خب وقتی که پس با تو آورد چقدر مایل گشته بود؟ گشت مثلا کلش چقدر شد میگم 110 شد. صحیح شد؟ ستارتش یه نقدر یعنی یه قدر گشته بود که پس آورد اندش این چیز شد. خب توتال چقدر میشه خودش مایل برای ما نشان میده؟ یه نقدر توتال مایلج شده. صحیح شده یا مایل شده؟ خب ایره با کدام مشتری داده بودی؟ میگم ایره با امی صدام صفحه انتخاب میکنم که یه حساب شما جد کل شما بفارم. صحیح شده؟ خب ایره که برای ازی انتخاب کردی خود آیتم لیست باید یک آیتم داشته باشی. صحیح شده؟ دوجا باید اگر آیتم داشته باشی بخاطر امی سرویس که ما شما ایش نداریم آرت نکردیم. چی میکنیم؟ آرت میکنیم. در اینجا آمدم میگم که سرویس چی کردم؟ میگم که کار رنت. صحیح؟ یک سرویس آیتم جور میکنم. صحیح؟ کار رنت یک سرویس آیتم است. یا نوشته کردم میتونه که ویکل رنت بس آرت چی نوشته میکنیم. یونیت آف میزورمنت زورا هاور میگیریم. هاور تیار است. نباشه در آرت نیو میری. انتهای ما قبل انتخاب کرده بودم با کدام آیتم دیگه ایجا هست در دسکریپشن نوشته که هر چی که نوشته میکنه نوشته که مشکل ندار خود اینجا ریتش باید مشخص کنی. صحیح است؟ دیگه واری نیست که باز بعدا اوجا میشه خود اینجا باید مشخص کنی. میگم هر رقم متر که میبری بیدا سر یک ساعت ماست پیشت میگیرم تقریبا 5000 افغانی 5000 نه 1000 افغانی است پیشت میگیرم. خویج ما چی را هاور انتخاب کردیم؟ کیلومتر نیست اینجا باز بیا پس در اینجا که آمدی کیلومتر انتخاب کردیم. کجاست کیلومتر؟ خدا تو بیایم در اینجا آرت میکنم. میگم چیستا؟ صحیستا؟ کیلومتر آرت کردیم و در اینجا که ام آرت کردیم بعد از او فینش گفتیم اینی شد برای از او. صحیستا؟ خوی این امی را میبیره باز این امی چیزی که نوشته کردی رزر بیازی میکنه که یک کیلومتر چقدر داشته. خدا کنه یک ماه پیش باشه او رو بس از کیلومتر از پیش پیسه میگیره. صحیح است؟ این کیلومتر 1000 افغانی از پیش میگیره. خب این برای ما شما انکم است یا نیست؟ اینجا باید بنامی میشه که مثلا نوشته کنی کار رنت سرویس انکم یا ادر انکم هر چی که نوشته میکنی ما ایرم در ادر انکم اد کردم. بعد از اوکی گفتم اوکی که کلک کردی کلاسش مشخص میکنی نه انکم است برای ما چه قسم انکم است نوت نوشته میکنی بله بله است بله سیف کلوز کلک کن. ایره که سیف این کلوز کلک کردی آلی میایم در مینوی کستومر تا اینج که آمد میگم جوان که از پیسه بریم نقد میدهد نگفت که انوایس بریم آمدی نقد پیسه میدهد بله. ایره کلک میکنم ایره که کلک کردی کدام جوان است؟ سلام صافی است. پس اینی اپشن فعال شد. او که انتخاب کنی اوکی کلک کو آلی بجای ایزی که اف آیتم فعال شوه اکسپنس فعال شوه تایم فعال شوه مایلیج فعال شوه هست نیستن. ایره سلک کردن کلیشا مایلیج مکمل چقدر میشه؟ 10000 افغان میشه. 1000 سر ساعت است ریتش چقدر مایل گشته؟ 10 مایل مکمل چقدر میشه؟ اینقدر. اوکی کلیک کو اوکی که کلیک کری مکمل دی جمعی یونیت اف میزرمنت شم کیلومتر است. صحیح است؟ در دسکریپشن چون بای می آیتم که ما دونج جور کردیم چیز نوشته نه کریم این جم چیز نه ماده ما میره کاپی میکنیم دی جم پیستش میکنیم بس خلاص. بعد از اون میگم که بعد تشکر به خاطر بزنس که با ما بزنس میکنی سیف کاستمر ما حسابش چی شد پاک شد عالمی هم پیسه که جمع شده کلش ایره کلش انتقال میتون در کجا این قدر پیسه جمع شده سلیکت آل گفتم کلش روان میکنی در کجا روان میکنی در پیش کشیر نه در افغانی اکانت روان میکنی تو تلش چی قدر شده؟ 1,14,500 افغانی سیو این کلوز گفتم خوب 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 شد که یک کمانڈ باید امامت اینی رم نگفتیم فکر کنیم زیستا این کمانڈ چی کار میکنه خوب سی گوش کنیم این مکمل چقدر پیسه است 1,14,500 افغانی ما میرم در مینوی لیست در چارت اف اکاونتس پیش ازی که او را سیف کنم اینجا ما میرم در پیتی کش ما پیسه دارم افغانی اکاونت ایچ روپا نیستن ما میگم بیادر از امی پیسه که کلش اینا قدر میشه یک مسلمانی که یک کار کو امی 15 روپی شد در پیتی کش روان کو بطور مثال که چی کار میکنه 15 افغانی شد در پیتی کش روان کو و 1,14,000 روان کو در کجا در ای ای بی بانک افغانی اکاونت روان کو کلش ان دیپوزیت است دیپوزیت شو میگم چیزی شه روان کو مستقیم به اینجا یا چیزی شه پس روان کو کیش گوز بک تو کدام اکاونت پیتی کیش صحیح شد
خب چقدر 15000 افغان 15 افغانیش نوشته کرد ده اینجا یک میمور نوشته کو صحیح است کیش باکت یا ان تو پی دی کیش صحیح شو اکاونت دا چی چقدر پیسه است پیش مده ای ای بی بانک فعلا ده اینجا ما میرم یک دفعه ببینیم که چقدر پیسه است دا 92000 تقریبا ایم قدش جمع شوه 216000 افغانی میشنه Save and close click. Save and close click. I'll be at the list chart of accounts. The injured do like Shashazar upon you. Shanzazar ne. Shanzazar should be Shashazar. Ah, no, the dude ne. Shashazar. Well, the Peter Kish, the Paisama, the Peter Kish, the Kujas, the injured Ponzazar of Honey over there. Kazujim Shumamitan, Ponzda of Honey, Russian. The initial Shumamitan Uda Chikunin, as you pass the account to the Gam transfer. ترانسفر ما میگیم به خاطر اینجا کمانډ است ترانسفر میایم ول د مینوی بانکینګ میایم کا پیسنیم رضای خدا باشه سره ترانزیکشن کی مو پټولې ټیکسته نه خو چې مونته چیک راکیو بانک مشکل نشته د چیک کومنګ ویل کنه نو ته بدلته دا ډیپوزټ کای کنه سل کو اینی مشتری ما اینی نفر است ریسیو میکنه پیسې را په شکل چیک صحیح است اومد دې چې میګم ریسیو پیمنت چی شو ریسیو پیمنت پیمنٹ ہمارے ریسیو میکن از امی جوان امی دا سر افغانی دا ایرا سر کو اولی ریفرنس نمبر می خواه اگر چک نوشتا کنی چک نمبر می دینجا چک نمبر نوشتا می کنی چک نمبر ازی چند است نوشتا می کنم که دا دا 122 15 ای چک نمبر شاست تایی شد بشکل چک پیسا دا باری ما بعد از میگم سیو این کلو سیو این کلو کلک کردی اولی پیسا دا اینجا جام می شا بر تو اینجا می آید دا دیپوزیت خو می آید معلوم دار است خو توی رو دیپازیت میکنی مثلا چه کدا دی با کشیرت گفتی که بیدر ای رو ببر دا پشتنی بانک چکو پیسی شا بیگی دا پشتنی بانک بر تو اینجا که ای رو چکا که انتخاب میکردی او نفر رفت امی کار کرد پس آمد گفت امی کار کردم بل چیزا رو مرد آورد زیست که این پیسه دو جان داختم ای رو باید تو پس دیپازیت کنی دا اینجا ای پیسی که به شکل چک پر ما دادا بسر که چک پیمنت هستا متوجه استی ای رو ما دیپازیت کردیم دا کدام جای دا پشتنی بانک دیپازیت کردیم طلب ما هستا سیو این کلوز کلک سیوین کلوز کی کلک کری د اینجا مالی بیای تو اینجا د چارت اف اکاونتس د پشتنی بانک چی شده پیسه آمده 10000 افغانی وای کله چې موږ مشتری یو چک مون کرا کوي کله چې مشتری اوس نه مې پیسې په بانک مون نه لري دا چک دی لاس د روسته مون چی دا نو دا کاری مشکل نه لري چې کوم شته کنه تاریخ حال ده چې تا کله ډیپوزټ کړي کنه پیسې خو چک خود ته درغله ده خو ډیپوزټ کړي دي نه دي نو ته چک راکړي چې د لاس د مشکل نه ګورو دلته زه اوس مثلا دا نفر اخلم دې نفر چې دمون جنس واغسته شو سل ریسپټ مو کو په نغد باندې بغیر د نه چې انوایس ته ورکما هغه استیمیټ ته ورکم سل اډر ما ته کی راغلم ته سل ریسپټ کم جنس خرڅو ورته هم چیزو دې ته خرڅو مچی شي دې د پر منګ خرڅ کو چی شي جنس لرو کنه لرو یو انوینټری داسن فزیکل انوینټری ګورم ما سره چیشتري ما سره مونیټور شتري پنج دانه مونیتور سره زی فروختیم مونیتور گرفتیم اینجا خب هست میگم پنج دانه نمیگم دو دانه رو فروختیم از کدام سایت از کابل مین سایت صحیح شد 5000 افغانی شد پیسه رو برای ما دادا کش نیستن چک هست سیو این کلوز که کلیک کردی بیاد خب این چک بر داد در روز بعد که هستن چک بردین نمیسال شد در روز بعد کسی پاس شد دیپوزیت شد اکاونتت خو اینجا که آمدی در میک دیپازیت تاریخش از اینجا مثلا اینی پیمنت چک امار دیپازیت میکنم تاریخش سر کنجا برد میگه دیت کدام تاریخی را دیپازیت کردی با تاریخ 15 انتخاب میکنم پوشی بخبر بندی داتا تا که چه بکم تاریخ من تا دا دیپازیت کرده دی زبیر تسک اوما ازم ام دا تم انتخاب اوما او بیاور تم چه دا پیسی طول دیپازیت کوما کم اکاونتا ام دی پشتنی بانک تا دیپازیت کوما سیوین کلک صحیح شو دلته خو سوال نشته سوال خو نه لري دیگه میایم د سل ټاکس غاپ نه سره بعضی اوقات اگر شما بیاین د مینوی لیست ایتم لیست بیاین ما خو اینجا سل ټاکس جوړ کده بودم نه کی 2% از 4% او گروپ ټاکس هم جوړ کده بودم 6% رایت کلیک میکنم د نیو کی شما بیاین ای سل ټاکس ته اینجا نمی باشه ای کار نمی کنه هر وخت کی شما کمپنی را از طریق استارت سیت اپ جوړ کنید یعنی شارٹ انٹرویو بتین بشن سیل ٹیکس غیر فعال میں بشن عموماً ہر وقت شما
کمپانی را صرف استارت ستاپ جور کنی کمپانی تان سل ٹاکس نداره غیر فعال میباشه از کجایی را فعال میکنی؟ در مینوی ایدت میاین در پریفرنسز در اینجا که آمدین در اینجا کماند از همراه مشومه بنامه سل ٹاکس این کستومر یک سال که در کمپانی پریفرنسز بیا آلی سل ٹاکسی ما همیجا نه سل ٹاکس نیست این پایین هستا اینجا هستا The company preferences us behind yourself. We should do you charge sell tax those are a special person and make a company that you don't make it. I got to know in the hop can I watch sell tax college is on ready for me. In Jabia, pass Mamad on the list, the item list on the in Jabia. Sell tax pass for right click economy new BM sell tax in Jacasta. Nista Agarmai Mustari and hop on Mustari the customer Amadam. مثلا میگیم که اینی مشتری است یک چیز اسپیشال میخره برای از مثلا ما جنس چیز را میفروش مرچ که سل تاکس برش مشخص میکنیم زیادتر اپشنش که از غیر فعال میشه پس اگر سل تاکس شما غیر فعال است میین در مینوی پریفرنس است اینجا که آمدیم در سل تاکس میین و ایجا یس انتخاب میکنیم یس که انتخاب کردیم باز در ارت سل تاکس آیتم میین آیتم ها را ارت میکنیم که ما قبل از قبل ارت کردگی داره میره گپ زده بودیم فقط ما دیگه اوکی کلیک میکنم اوکی که کلیک کردم برای ما میگه به خاطر از اینکه تو ایرا فعال کردی ما بعض جای را چی میکنیم کلی شا اپدیت میکنیم اوکی کلیک کردم کلی جای چی میشه پس اپدیت میشه پس به این شکل شما سل تکس فعال و غیر فعال میکنید حالی ما میایم در مینوی وندر در بخش سل تکس اگر تو میخوای که سل تکس منیج کنی منیج به این معنی که میخوای ببینی کدام سل تکس آیتم جور میکنی دیگه چیزها را جور میکنی اینجا تمام آپشن هایی که در اینجا جدا جدا هستن برای مثلا پی سل تکس اینجا هست یا نیستن هست یا نیستن اینجا پی سل تکس هست در اینجا ببینم رای ما دیگه چیست ارجست سل تکس هست یا نیستن در اینجا ببینم رای ما ارجست سل تکس هست یا نیستن کلی چیزها را اینجا یک جای آورده و در اونجا انفرادی آورده مشکل نداره اما تو میگم که مثلا اگر تو میخوای که پی سل تکس بعض مشتری ها را اگر تکسش تو جمع کرده باشی سر تو مانده باشه او را به دولت پرداخت نکرده باشه پرداخت میکنی در اینجا می خب اول تو ببین که سر تو تکس لایبیلیتی داری نداری از کجا معلوم میکنی اما از طریق مینوی لیست میتونیم که در چارت اف اکاونتس بیایم در اینجا ببینین وقتی که شما سل تکس فعال میکنین اتوماتیکلی اگر آپشن در اینجا فعال میشه به نام سل تکس لایبیلیتی اینجا بیاین د کرنت لایبیلیتی ما سل تکس پیبل امو لایبیلیتی است فعلا سر ما تکس جمع شده نشده از هیچ کس تکس نگرفتیم خب اینی مشتری ما که است در کستومر میریم اینمی سلام صافه روح لنواب میگیریم یه چیز اسپیش ما گرفت سر از اون تکس هم چارج کردیم بیا در کدام جه در نیو ترانزیشن دیجا آمدم سل رسپ گفتم سعیستا با کاش که سر از اون ما چیز را فروختیم چی را فروختیم میگیم ای را اکسکلود میکنم بیر بیل تایم چیزایشا میگیم سر برازی ما یک تکنیکل سپورت داریم سعیستا تکنیکل سپورت یک دانش چه قدر میشه؟ این قدر میشه هیچ به درد نمیخوره همین پروپوزال رایتنگ میگیم که پیسی شم زیاد است این تاکسی بل است میگیم بله تاکسی بل است چند فیصد تاکسی بل است تاکس سر ازی چارج میکنی دو فیصد یا چهار فیصد میگیم چهار فیصد سرویس ایرا پروواید کردیم چهار فیصد تاکس چهار فیصد چه قدر میشه؟ چهار صد میشه خب ایرا ما چی کردیم؟ به شکل کیش ریسیف کردیم میگم سیو این کلوز این تاریخشم از تاریخ دیروز انتخاب کردم سیو این کلوز گفتم یس انتخاب کردم ایگنور آل باز میگم که من پامیر افغانم که هستم یک ترانزکشن ریکارد میکنم سل ریسپت کردیم برای از چی سل ریسپت کردی اینجا آمدم آیتم انتخاب میکنم میگم که برای از ترنینگ کویک بوکس داریم با چند نفر میگم با پنج نفر چقدر میشه؟ پانزده ای قیمتش دو سه سه هزار از یه تغییر میتونم میگم سه هزار قیمتش هست اوکی کلیک کردیم صحیح شد سه هزار انتخاب کردیم اینجا چون این مشتری ما که انتخاب کردیم به اوج پرایس لیول است برش مشخص کردیم به او خاطر این کم و زیاد نشان میده سر از این تکس چارج میکنی اینجا نان تکس بل انتخاب شد دیگه است تکس بل میگم اینجا بر از فیصد انتخاب میکنیم 4 فیصد سیو این کلوز میگم یعنی 600 تکس 15600 بل از بگیرم اینو ما ریسیو کردم ریسیو که کلیک کردیم حالا اگر تو بیای در مینوی لیست در چارت اف اکاونتس بی چقدر تکس سر ما چارج شده از دولت اینجا لایبیلیتی بیا سل تکس پیبل 1000 افغانی شده چرا به خاطر از اینکه در اینجا در ریپورت بیا در ریپورت خوب نشان میده در کمپانی فاینانشل در بالانس شیت در اینجا که آمدیم لایبیلیتی در کجا نشان میده برای ما در بالانس شیت نشان میده در اینجا که آمدیم آل انتخاب کو آل که انتخاب کرده برای ما میگه در پالوی دیگه قرضه و چیزها که سر تو سل تکس پیبل هم که 1000 افغانی جمع شده از کیس به خاطر چیز دبل کلیک کو سر از این پوینت بیا میگه بدر 400 دلارش که هستن
یک است که سل ریسپت کردی در مقابل از اون مالی سر چارج شده گرفتی از مردم قرض نقد گرفتی 600 روپیه دیگه هستن و دیگه مکمل چقدر میشه یک هزار دیگه چقدر فروشات تو کی بود هرچی که هستن او کی هستن چی هستن تکس مکس رزی ما چارج نکردیم بر صورت این هدف ما تکس است که تکس در کجا نشان میتا بردن این کار که کردیم حالا اگر تو میخواستی که مثلا ایره پی کنی اول باید ما شما در مینوی در وندر که هستن در وندر سنتر یک وندر داشته باشیم به نام گورنمنت سیل تکس دپارتمنت ایره قبلا جور کرده بودیم فکر کنم اینجا هست گورنمنت سیل تکس دپارتمنت دیجی پیش ماست اینجا خودش در بلنس از یه کو جمع شده برای ما میگه 1000 افغانی از یه سر تو جمع هست صحیح است 1000 افغانی چی شده جمع شده از یه سر خب تصمیم گرفتی که پول از ایره پرداخت کنی بله از کدام اکانت پرداخت میکنی در چارت آف اکانت بیاد اینجا در کدام اکانت پیسه دار نپیٹی کش پیسه دار نه نیستا اب به فرهاد گفتم بیادر حساب زیر پاک 90,240 روپیه است میگم میره پاک اما به خاطر از اینکه ما پوره شده دیگه فروشات نداشتیم ولی دولت میاد وزارت مالی پرسان میکنه میبینم پیش خود دا یک اسناد داشته باشیم که ولی ما پولیش پرداخت کردیم میام در کدام جای سل تکس اینجا که اومدی اینجا سل کو هر جسی سا گپ میزنیم اگر تو میخواستی ببینی سل تکس لایبیلیتی از اوجه نشان میتا ایجا نشان میتا ایرا کلیک کو چقدر قرض دار هستیم ما ایجا لاست منت نمیگیم حال انتخاب میکن حال که انتخاب کردی برای ما نشان میتا که بیدر تو چل که یک برای ما میگه که نن تکسیبل سل سی ما چقدر هستا و تکسیبل سل سی ما چقدر هستا سیس ده اینجا میبینی تکسیبل سل سی ما 25,000 افغانی بود که سر از او 4% چی شده 4 شده مکمل چقدر شده تکس کلکتر چقدر است؟ 1000 افغان نن تکسیبل سلس ما ده این سال کو دیگه هم تکسیبل سلس داریم ما میگه تو اینه قدر فروشات کدی تکسیبل برش انتخاب بود خو مالیه را سرش چارج نکده چی را ای کار کدی؟ یکی مسئله چارج نکده مالیه را این چی وقت برای ما معلوم میشه وقتی که ما آیتم مشجور میکردم در آیتم لیست در اینجا سپیش هم پرسان میکرد که تاکسیبل است یا نیست تاکسیبل میگه تو دو اونجا تاکسیبل انتخاب کردی خب وقتی که فروشات کردی سر مشتریت مالیه چارج نکردی چرا این کار کردی این هم برد نشان میده 2,8,365 افغانی ما جنس فروختیم تاکسیبل مگه مالیه سرش چارج نکردی و دیگاهش که هستن یا که هستن 1,1,650 افغانی اینان تاکسیبل هستن این تو کلی فروشات تو که سر از اون مالیه چارج نشده 3,10,015 افغانی است ای چیست اوت اف استیت اوت اف استیت اونو فروشات را میگه یا اونمو آیتم هایی که ما سر از اون مالیه چارج نمیکن بر از اون ما اوت اف استیت انتخاب میکن صحیح شد توتل سلس ما فروشات ما اینقدر است 3,35,000 افغانی دهی که است اینقدرش که است ما مثلا مالیه داشتیم و دیگاهش که است مالیه نداره خب مکمل مالی ما اینقدر است اینجا برات یک راپور میدم ولی اگر تو بخوای که مالیه رو پرداخت کنی در سل تکس که اومدی در اینجا سل کو امرای ما شما اگر تو میخواستی ببینی که سل تکس ریوینیو سمری سل تکس چیزی آیتم هایی که ما به سر از او تکس چارج کردیم صحیح است ریوینیو زیده میبینی که چقدر پیسه است او را ما میخوام ببینیم سر از کلیک و ایره که کلیک کردیم در اینجا آل انتخاب کو آل انتخاب میکن میگم کلش نشان میکن میگم 25,000 افغانی است که تو تاکسیبل سلس تو 25,000 افغانی است صحیح است که سر از تو مالیه چارج کردی و دیگاهش که از کلش اینا که از نن تاکسیبل است و اینا که از اوت آف ستیت انتخاب کردی اون همو سمری را برای ما نشان میده خب برای ما میگه که امو تاکسیبل سلس ما چقدر است 25,000 افغانی است باز در اینجا میهیم در اینجا اگر تو میخوای آلی ایره پی کنی در پی ما یک جدا کماند داریم برام پی سل تاکس و این سل تکس کود خوب ما گفته بودیم در اونجا که یک آوت آف ستیت است یک تاکسیبل است نه یک نان تاکسیبل است یک تاکسیبل او را میبینی چه بیا کلک برد نشان میده تاکسیبل نان تاکسیبل است کدام تا دیگه جور میکنی کار خودت است بیا اینجا میگم نه بیادر هم حساب زیرا پاک میکنم تا اینجا که آمدی تاکس که پی میکنی میگم اول هم ایر از کش اکن فراد گفتیم تاریخ چی انتخاب کردیم میگم که از همین اول مارچ بگی تا اینجا تاریخی ده خونه آمده میگم تا هشت فبروری است خو میگم که مارچ بگی مارچ که گرفت این طرف کرد که خودش پیدا میکنه برد پایین خب ایره که انتخاب کردی برای ما میگه بین از این تاریخ ها که سر تو 1,000 افغانی مالیه جمع شده صحیح است اگر تو میخوای که پول عزیز پرداخت کنی از کیش اکانت فرهادت که است اندینگ بینک بیلنس چقدر میشه
این قدر میشه چون 90240 افغانی بود یک هزار از اینجا پرداخت میکنیم میگم بله اینه که بله گفتیم بعد از اوکی کلیک کن و اینجا برای ما نمبر میده که تو مثلا یا چک میدی یا چک میدی اولین دفعه است که تو تکس به دولت پرداخت میکنی اوکی کلیک کردم اوکی که کلیک کردم حالا اگر ما بیایم خو یک دفعه در ریپورت در کمپانی فاینانشل در بالانس شیت بیا اصل تکس پیبل ما چی شده؟ صفر شده سل تکس پیبل ما است اینجا بیخی نامش گم شده اگر بیایم در اینجا در چارت آف اکاونتس ببین در اینجا نامش است خود صفر شده سل تکس پیبل چی شد؟ اینجا است صفر شده یعنی از دولت سر ما هیچ مالیه نیست ورقش پیش خود نگاه میکنی از وزارت مالیه کسی آمد تفتیش میگه بیادر اینو ما مالیه رو پرداخت کردیم اینقدر فروشات داشتیم اینی هم اسناد برو بیادر بله معنی اول خود گوره مالیه تو زمات چه سمره معلومه شده دی فکر کن روباوار مالیه ورکی روباوار ده کنه کتا زن سر دمیاشت پاساس ساب که مشکل نشت دمیاشت پاساس رو که ایس خبر نشت وو خبر ده اخو من طویل ده کنم تاریخ انتخابه داغ تاریخ نه تر داغ تاریخ بوری دری میشت انتخاب که طول مالیه ما تو خیم طول ده تخی اما طول انتخاب کرتا بی دا اول تو کس لیگی چه پیسی ورک لی اگر نباد ورقی تا تراؤلو تو بدل تا کوئک بوکس کرا سای چرور کس خو پیسی ورک لی دی ورقی راو لدل تا حساب کی ورا سو چه دونا پیسی مجد داغ اکاونت ورک لی دی مالیه ده پار دولت صحیح شو چرا؟ سید ما یک دفعه فرشان تکلی شد جمع میکنی چه در مالیه جمع شد میگیری در میری در مو سل تکس دپارتمنت آل خویی تو سیستم جور کرده که آنلاین اکاونت جور کرده برای کس تمام شرکت ها که هستن آنلاین در مو سایت وزارت مالیه که یک سایت مشخص در روز میری با خود حساب جور میکنه چه قدر مالیه را که پیمنت میکنی اونجا کلش کلیر میشه ورق فقط میتونی پرینت کنید سیده؟ دسه امکان نه شي موږ دا کاستمر لیست کې دا ته یو کمانډ جوړ کړی چې ریډیټ کریډیټ کارت سمته سره کوم کاستمر کمانډ یو دې کې بلانس ته ورکړه نه دل دا ډیبټ کریډیټ ضرورت نشته لري نه ډیبټ کریډیټ دل ته صرف ته بیلانس راوړي او نه دې چې تا ته بیلانس په دې خاطر کې چې ډیبټ کریډیټ دې مربوط نه کیږي نو صحیح ده څه چې وایي څومره ډیبټ شي څومره کریډیټ نو دا خو اشتباه ده اخو ته کولای شي خپل لارښود کسٹمر په اساس باندې هغه فلټر کې چور دا کسٹمر کې څومره پیسې موږ کې شه غستې دي څومره موږ د انوایس په اساس باندې موږ فلټرینګ وایې کنه د ترانزیکشن ټایپ په اساس ما غوښته بده نه کی اگر ته می خواستې ببینې کې سل ریسپټ ما چې قدر کړم به نقد فروشات به قرض فروشات چې قدر کړم چې قدر استیمیر جوړ کړم چې قدر سل اوردر به شمس پوره ما غوښته بده د هر ځای گذشته ته اینجا بر ازو چیزه ضرورت نشته خو ها به شکل شما ټاکس اقسیشن جام میکنین یک اجاست سل ټاکس دوز ده اگر د می ټاکس سیز زیات کم میکنی تو صحیح ست بس ای کمانډ به خاطر از ما استفاده میکنیم چه قسم استفاده میکنیم اینین جوانی که از سلام صفای که است بر از ما یک سل ست میکنیم بگیم سر از ما چیزی را فروختیم صحیح ست چی فروختیم میگم که بر از ما ترنینگ داریم از کویک بوکس ریت شباز چینج میکنم میگم 3000 افغانستان ترنینگ چند کوانتیتی چقدر است میگم 5 دانه چقدر میشه 15 است تاکس هم سرزی چی میکنم 4 ای ام تاکسی بالا است میگم چند فیزر تاکس 4 فیزر تاکس 600 روپا 15000 600 با شکلی که هیش سیف کلی کردم یس یس که انتخاب کردی حالی مالی خو اینجا جمع شده پیش ما ده اینجا بیاین اگر تو میخواستی که ببینی سل تاکس لایبیلیتی را اینجا بیا چقدر جمع شده آل انتخاب میکنیم یا دس ویک یا دس منت انتخاب میکنیم چی شد دس منت اینو برای ما میگه که در این ما کس فیلن سبتی که مالی جمع شده اینه قدر است اینه قدر ما مکمل کلیکت کردیم صحیح است اینه قدر تاکس کلیکتید اینه قدر است و سل تاکس پیبل تو کس 600 روپا فیلن سری تو مانده کیلا باید تو پی کنی صحیح شد یعنی از این کس 1000 پی شده اینه قدر سری تو فیلن پیبل است ایلا باید تو پی کنی پیبل نیست کلش کی جام شده این قدر است و پیبلش کی است این قدر سر تو مانده خب حالی توی به این چیزی زیاد کم میکنی که بیادر ولی خب اشتباه شده ایره ارجست میکنی تاکس ها بیاد اینجا سر که یک کمانده است کجاست اینجا است اینیست ارجست سر تاکس دو ایره کلیک و ایره که کلیک کرده
خب تاریخ انتخاب کو از کدام تاریخ تو ادجستمنت میکنی؟ طبعا از کدام تاریخ کی تو ٹیکس انجام کری از بعد با تو چی میکنی ادجستمنت میکنی؟ میگم تاریخ 8. خب انٹری نمبر چند است؟ انٹری نمبر یک باید باشه. ما تنوز هیچ چی نکردیم ادجستمنت. خب ایت جنرال جنرال انٹریز میشه چی شوه اول باید آره چی گورو چا؟ نه آقا بنی زویم اما تو درگه چی 26 ما 26 چی کردیم؟ این امیر میخوام ادجست کنیم سل سب کردیم صحیح است 15600 صحیح است این دلت راشه. خو خو نه 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 پوش پوش نه 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 تاکس ما جام کردیم این امیر ایدت میکنم ببین انتری نمبر از چند است؟ خو یک دقیقه جنرال انتری جنرال تزما وی جرنال ده اینجا آمده انتری نمبر چند است؟ ترانزکشن نمبر 155 است نیست دی فرق نمیکنه یاد دقیقه صبر کن ده اینجا آمده ده سل تکس چی شد؟ ادجست سل تکس ده اینجا یک نوشته میکنم انتری بخاطر تکس ادجستمنت که میکنم شماری یک است ما همه تو فکر میکنم صحیح است؟ آه انتری نمبر چند است؟ وان است. خب سل تکس وندر ما کیست؟ گورنمنت است دیگه معلوم دار است. خب ده اینجا باید ما شما به نام سل تکس ادجستمنت یا اکاونت داشته باشیم که فعلا ما نداریم. چی میکنیم؟ ارد میکنیم آمده میگیم سلز تکس ادجستمنت بس حالا است. بعد از اون سیو این کلوز انتخاب میکنیم و تایپش باید اینکم باشه. خب صحیح است. خب ایره اینکریز میکنی یا دیکریز میکنی؟ میگم که من انکریز میکنم البته با فیصدی نمیتونی با پیسه میتونی یا مثلا تو چی کردی تکس که هست در اونجا سپیش اجتماع شده زیاد شده میگی که باید کم شود با چه قدر ما که حساب کردم باید از او 200 افغانی کم شود برای ما صحیح است. در میمو خودش می سل تکس ادجستمنت ایره که کلک کردی بعد از کلک کن اوکی که کلک کردی حالی ما میایم در کدام جد لیست بیا در چارت آف اکاونتس بیا در اینجا که آمدی دا سل تکس پیبل ما چی شد؟ دا کجا است؟ سل تکس پیبل ما دا اینجا است. چقدر شده؟ 400. صحیح ده آقا هم دسی انتری نمبر دکا چه کم نمبر تصب که از پیش اگر تو انتری کده باش کده بطن شامه ده دا اینجا ما که بیایم دا ریپورت حال اگر بیایم دا سل تکس دا سل تکس لائبلیتی اینجا نشان بیتا بری ما چقدر آل انتخاب کدم آل که انتخاب کدم این 400 سری ما سل تکس پیبل است. اوس راز جوان خیل سب ستا پاقا بان کار کو تا ویل چی دا انٹری نمبر کی دیش دا پاس اس بان کارو کی صحیح شو دا انٹری نمبر زدل ترازم نا خو یو سل دل تراغم یو بل اگر کو دی خو حساب پاک شو کنا خو نبی ارجس کو صحیح دا راغم دلتا جرنال تلاڑ ما ٹرانزیکشن دا انٹری نمبر سو دی ٹرانزیکشن نمبر ها دل دا خو انٹری نمبر دا ٹرانزیکشن نمبر دی دا چی دی ان دی خپل دی غ نمبر دا سل ریسپٹ نمبر دی لسم دی ترانزیکشن نمبر سو دی اصل 515 صحیح شو زور تم چې دا ارجس کوم د سل ټکس سمره دی څلور سو دی کنه صحیح ده زدل تر ازما راغلم چیرته سل ټکس راغلم او تم سو کا ارجس سل ټکس دو پرې کلک او تم چې یو سلو 515 فرق نه کوي ګور بیا هم زتا ته وایم یو سل 500 سمولي کې فرق نه کوي دلته زه راغلم وینډر مې صحیح انتخاب کو سل ټکس مې انتخاب کو صحیح شو او بیا په همدې شکل باندې دلته راغلم دې ځای کې څه کوم څه شو انکم څه شو سل ټکس ادجستمنت ټایپ شم انکم بوت نه سل ټکس یې نه وشته مې کنه سل ټکس ادجستمنت یې نه جست صحیح شو دې انتخاب کړې یوه دفعه مې کوم چې کو انکریز به کو نا ریڈیس کیوی ریڈیس 200 ویکو صحیح شو سل ٹیکس ایڈجسٹمنٹ دا کی گی اوکے کلک مشکل دے کی بیا رسیدن تا گورا رپورٹ تا چہر یو ٹرن اگ نمبر چے دیکھ مسلسل نمبر دیکھا چے ایڈجسٹمنٹ کے ایڈجسٹ نمبر 1 2 3 دل ترا سا ہال کلک او سو گو سل ٹیکس منگ سو شو سل ٹیکس پی بلان دے کنا سل ٹیکس 200 شو دے فرق نہ لری چہر تہری وقت لکھا نمبر سم کھلا مسلسل نمبر دے صحیح دا خطا چی شو ولتا کوم سوال لر سره کستمر مون مخکله قرضدار دو نمیرانس
چې د ریکارډ په وخت کې ته پوه شي چې د باندې پیسې زموږ شته که نشته دي. هو چې کله مونږ نوی بیل ورته جوړوو هغه اوتومات دی بیل سره. ښه ښه ښه. اوس دغه کس حضرت ولی نه دی، د مثال په طور باندې دی مونږ نه په قرضو چې شی یوړو، صحیح شوه؟ دا زمونږ قرضداره دی چې شي قرض دا د مثال په طور باندې دا شیان ټول زه اکسکلوډ کوم، نوی آیټم کوډ ورته انتخاب ورته دی. دپاره مونږ ټریننګ ورکړی و، صحیح شوه؟ ټریننګ هم ورکړی و تقریبا دوه نفر ته، شپږ زره روپۍ زمونږ دا قرضداره دی، صحیح شوه؟ دا مې سیو انکلوډ. اوس دا ځوان دلته خو راځي، خو کیدای شي ستا پام نه وي یا داس تا دا شی انتخاب کړی نه وي دلته، که نه کسټمر سینټر کې نه راغلی او مشتری ده ته انوایس جوړی، کریټ انوایس. چا ته انوایس جوړی؟ حضرت ولی ته، صحیح شو؟ حضرت ولی ته انوایس جوړی. دا خو ما ته اسټیمیټ ورته لرې کوم. اوس په دې خاطر باندې چې ته پوه شي چې دا کس زمونږ قرضدار دی که نه دی، ګورې دغلته دی رایټ سایډ کې تاسو وګورئ، دوی مکمل معلومات ماته راکوي. دوی دپاره به لږ صبر کوئ چې کله تاسو مشتری انتخابوئ لږ وخت نیسي دا تاسو دا معلومات راغونډ کړي، دوی ګورئ لږ وخت نیسي لوډنګ، لږ صبر به کوئ دې نه مخکې چې انوایس جوړ کړي ته په قرض نور شیانو ته ورکوي. نو دلته ګوره ماته ټول د نورو معلومات تر څنګ ماته وایي چې وروره اوپن بیلنس دا سړی شپږ زره روپۍ د مخکې نه قرضداره دی، او د ده په هیسټري کې اکټیو اسټیمیټ یو دانه اسټیمیټ موجود لري، او په همدې شکل باندې انبیلیبل ټایم ان ایکسپینس شته چې تا تر اوسه بیل کړی نه دی. پوه شو په خبره باندې؟ دلته ګوره درې زره او اته سوه دېرش روپۍ نورې دا دی پکې، او پخوانی ټرانزیکشنونه چې دي په دغه تاریخ باندې تا ته یو انوایس پیډ کړی د لس زره روپۍ، بل چې دی پیمنټ کړی دی لس زره روپۍ، صحیح شو؟ پنځم تاریخ باندې بل پیمنټ کړی دی څلور زره روپۍ اسټیمیټ نه وړی دی، بیا یې د لس زره روپۍ پیمنټ کړی. ګوري دغه پخوانی ریسنت ٹرانزیکشن یې ښیي، او دلته تا ته اوپن انوایس ښیي چې دا سړی زموږ نه څومره قرضداره دی. او که نور ٹرانزیکشنونه هم کتل غواړي دلته راشه، تا ٹرانزیکشن مکمل درته ښیي، همدغه مربوط دی کس مربوط دا هم درته دلته ښیي که چیرې اوسي، صحیح شوه؟ نور ریلیټډ ٹرانزیکشن. نو دا اوس ګوري دلته مکمل مونږ ته هغه سټپ بای سټپ معلومات راکوي چې دا زمونږ قرضداره دی که نه دی قرضداره. چیره اور خود کار خود تاسو خبرت نشان میته کې بهدار این نفر این قدر اوپن بیلنس داریم سر ازی سابق قرض سال دل خودت کې دیگه چی جنس به قرض میتی نه میتی؟ اگه گفت که نه بهدار تا که تو حساب سابقه ته پاک نکنی جنس به قرض نه میتم بره. خب دا مینوی کسٹمر دیگه چیز نه مونده بهدار میم دا مینوی بانکینگ دا کجا میم دا بانکینگ دا بانکینگ رایت چک خو ما شما گفتیم که به یک مشتری به یک مشتری چی میکنیم؟ چک جور میکنیم. میم دا مینوی بینکینگ دا اینجا که آمده مثل که قبلا گفتم رایت چک ما گفتیم با مشتری با ایمپلایم چک میدیم، صحیح وقتی که مثلا ماش از وره پرداخت میکنیم، صحیح است؟ با وندر ماش چه نگفتیم که اگر چک با کارمند میدیم ماش چه قسم در کویک بوکس پراسس میکنیم. دا رایت چک آمدم، صحیح است؟ چک از کدام اکانت میدیم؟ از امی ای آی بی بانک بر ازی چک دادیم. خب دا اینجا با ایمپلایی چک دادی یا با ایمپلایی میشه با کستومر هم چک دادی؟ مشکل نداره. خب یک کستومر قرض میگیره از پیش پیسه نداره، وضعیتش خوب نیست. خب اصلا چک ما با وندر و ایمپلایی یا دا ادر میدیم. خب آمدیم دا اینجا ایمپلایی به نام اسلام صافی بر ازی. خو ایرا میگه تانوس برازی که از پیرول چیزاش ترن آن نکده، میگم بیادر نات ناو پیرول چیزاش آن، صحیح شد؟ خو چک که دادی بخاطر کدام اکسپنس دادی؟ بله میگم چیستا پیرول اکسپنس است از این نفر، ماش شد چک دادیم چقدر افغانی است؟ ایجام نوشته کده میتونی ایجام یک چیز است، میگم ده هزار افغانی را برازی ما ماش دادیم، نوشته میکردیم که ده هزار افغانی افن پید از سالری فور ده منت آف جنوری 2022، صحیح شد؟ ایره نوشته کردیم دمیمون اینه میره کاپی میکنم از اینجا پیستش میکنم بس. اگر کلاس مشخص میکنیم مصارفات دست از کدام دپارتمنت است، ماش کدام دپارتمنت است، ایره میشه چی کنیم. بعد از اون فقط سیو این کلوز میکنیم، سیو این کلوز که کلیک کردیم بیا ده ایمپلایی ده هیستوری ایمپلایی که است سلام صفحه یک ترانزکشن دیگه هم ریکارد شده بنام چک از چقدر است؟ از این قدر افغانی است، صحیح شد؟ و اگر پیسه ما ببینیم هم کم شده، دا اینجا چقدر بود سابق؟ 10,000 کم شده، 2,600,000 بود؟ 1,600,000 مانده. خود چه که خب قصه ایش خلاص شد دیگه؟ منفی شده؟ آه کم شده دیگه، کم میشه دیگه، پیسه درفت است پیشن کم میشه. دا بینکینگ دیگه آردر چکس این انولاب ساگه تو آنلاین آردر میدی با بینکی دیگه کسی که بیادر چک ما خلاص شده ایجا بری ما بیار او مربوط ازی میشه. کردیت کارت چارجز
اگر تو کریڈٹ کارڈ سرویس داشته باشی در کویک بوکس در سیستمیت باز چارجز از او که سر تو میای او را اگر تو انتر میکنی از طریق انتر کرده میتونی ما کریڈٹ کارڈ چیزا هیچ ندارم و در افغانستان سپورت هم نمیکنه یوز رجستر اگر تو میخواستی هر اکاونت تا هر اکاونت بانکی تا رجستر شد ببینی که بیدن چقدر پیسه دیگه آمده چقدر رفته صحیح است چقدر دیپوزیت شده چقدر پیمنت شده ازی ای را کلک کن کدام اکاونت میخواستی ببینی میگم که من پشتنی بانک هم میبینم اوکی کلک کن ای را که کلک کردی بعد میگم در پشتنی بانک اول که است میگه با این تاریخ 15 ماه دوم که است ترانزکشن نمبر 14 بود میگه دهی که از طریق میک جنرال جورنال انتری میبینی تایپ شنگ شام میتا از طریق جنرال جورنال انتری که است چی شده اینقدر 100,000 افغانی دیپوزیت شده از طرف کی از طرف حضرت ولی صافی ای کی است ای رئیس ایکس وای زد کمپانیز که از اون ما لان گرفتیم قرض گرفته بودیم به او خاطر ایجا پیسه آمد باز چی شده باز ما پس قرضی از ایجوان پس پرداخت کردیم به کدام تاریخ به تاریخ 20 که است ترانزکشن نمبر 15 است از طریق جنرال جنرال انتریز پس به اینمی ایکس وای زد کمپانی پیید کردیم پس بیلنس از چقدر شده صفر شده باز چی شده دهی 10,000 افغانی دیپوزیت شده از طریق چی؟ از طریق ان دیپوزیت فند اوجه پیسه جمع شده بود ما در اینجا دیپوزیت کردیم خب باز بیلنس چقدر شد؟ 10,000 باز از یکی از 5,000 دیگه هم دیپوزیت شده از طریق ان دیپوزیت فند به تاریخ چی؟ به تاریخ اینمی چی شده؟ 15,000 فیلن بیلنس از این چیز ده. مکمل برای ما نشان میده اگر تو کدام اکسپنس ترانزکشن رو ریکارد میکنی یا کدام ترانزکشن دیگه است هم میتونی چه قسم میتونی مثلا من نمبر میتونم میگم نمبر 16 به طور مثال نمبر 16 دینه میکنم چی شد پیسه دادی یا پیسه آمد میگم بیادر ما پیمنت کردم چقدر پیمنت کردی پیمنت کردم 5,000 افغانی را ما پیمنت کردم خب این پیمنت که کردی به خاطر چی اکسپنس بود ماش بود چی بود میگم میره بیادر ما رنت کرای خانه را پرداخت کردم 5,000 افغانی را صحیح شد ده اینجا میشه نوشته کنی که 5,000 افغانی در میموم نوشته کدامی دیج دام نفر نوشته کن مثلا میگم که اونر آف ده هاوس اونر آف ده هاوس یا مثلا نوشته کن که حضرت داری خواست مثلا جبرخیل نوشته کن جبرخیل صحیح است ای جبرخیل خوب پیش ما ارت نیست ای را باید ما ارت کنم ای طرف که بی پر کویک بوکس برای ما میگید بیدر ایدن لست نامای کویک بوکس نیست میگیم ایره کویک ارت کن صحیح است کرنسیم چیست افغانی خودش انتخاب میشه کویک ارت کردم ده ادر انتخاب میکنم چون نه وندر است نه کستومر است نه ایمپلیس این مثلا اونر آف ده هاوس است اوکی کلیک کردم ده اینجا دم ایمون نوشته کن که 5,000 افغانی ایفن پیت از رنت اکسپنس فور ده منت آف فبروری 2022 صحیح شد دیپوزیت شده یا پیمنت شده پیمنت شده فقط ریکارد کلیک که ریکارد کنی بیلنس از اول چه رقم شد 10,000 افغانی شد صحیح شد و ده اینجا میگه آخرین ترانزکشنی که ریکارد شد چیست او از پیمنت است ده اینجا مریم میگه ده اینجا به این شکل شما او رم ریکارد کرده میتونین و هم اموچی رو دیده میتونین چه مثلا که چقدر ترانزکشن به دیپوزیت شده چقدر یعنی از این طریق ما میتونیم از طریق رجستر هم ترانزکشن ریکارد کنیم از طریق رایت چک هم میتونیم از طریق انتر بیل هم ما میتونیم که مثلا یک اکسپنس ترانزکشن ریکارد کنیم و از طریق کمپانی هم میتونیم بله میک جنرال جنرال انتریز هم میتونیم پس چهار طریق تو میتونی که اکسپنس های تا که او ماش باشه هر چی باشه از کارمندای تا پروسس کنی دیگه همراه ما میک دیپوزیت رسید خوبی خید یه قضیات خواندم که من خسته شدم از دامش میک دیپوزیت خو وقتی که پیسه جمع شود کلش میاد میک دیپوزیت او را باید ما شما چی کنیم دیپوزیت کنیم او را کپ سریم ترانسفر فند میم در چارت اف اکاونتس اینجا آمدم ببینیم در ای ای بی بانک پیش ما 1,96,000 افغانی است در پشتنی بانک این قدر است در پی دی کش پیسه در افغانی اکاونت کس پیش فرهاد زیاد پیسه است 98,000 گفتم 50,000 زیر روان کو در کجا در پشتنی بانک روان کو صحیح است یا از یک بانک به دیگه بانک روان میکنی بیا اینجا د بانکینګ کې اومده بگو ترانسفر فند ترانسفر میکنم خب تاریخ انتخاب کا اول با کدام تاریخ میگیم تاریخ امروز صحیح شد فند کی ترانسفر میکنی از کدام اکاونت ترانسفر میکنی ترانسفر فند فرام میگم کی ماس افغانی کیش اکاونت ترانسفر میکنم میگه دی قدر پیسې داری تو 98,249,240 روپیه فرق نمیکنه د کجا ترانسفر میکنی د پښتني بانک پیسې نه داریم خود اینجا میگه اینا قدر فلن بیلنس داری چه قدر میخوای ترانسفر کنی سایس میگم که 50,000 زیرا ترانسفر کو دگیشه اموجه باشه د میمو خودش یک میمو میته به نام فند ترانسفر
ډیټا انتخاب کړي bale کلاس مشخص مې کړي سیوین کو سیوین کلوز کې کلیک کړي د پښتني بانک 60000 افغانۍ شته و دایې 29240 افغانۍ شته اگر کوم ترانسفر مې کړي به مو شکل ته مې ته نه باندې بانک چې کني پیسې را ترانسفر کړي و ترانسفر یو ترانزیکشن تاسو کې چې موږ د وینډر نه چې واخلو کیشم نه ورکو چیکم نه ورکو ترانسفر ورته کو نه دا ستاد اکاونټونو په مینس کې ترانسفر کیږي هغه سره کوم ته کیږي د چی شي ډېرې پالیسی اورګنایزیشن کې لرو نو ته وایي چې تاسو کیشم او چیکم او کلی مستقیم د وینډر اکاونټ ته ترانسفر هغه به ته پیسې اخلي زی باندې ته د وینډر اکاونټ ته دا په دې اکاونټ کې چیکا ډیپوزټ کړه نه 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 اکاونټ ته اکاونټ پوښیم کوئی کوس کې هغه څه نشته دا ستاد اکاونټونو په مینس کې مطلب دا واغسته اکاونټ هاي بانکي خودت کې هسته د بین ازو بازار ته می خوای و سیستم او چی شو فعال شوه تو باید یعنی اکاونټ کې هسته یعنی چی کې هسته یعنی کوئی بوکس ته به سیستم بانکت کې هسته او باید وصل باشه کې تو ازي طریق مثلا اگر از طریق جنرال جنرال انټریز میکنی پیسې مستقیم ازو جمعیر د چی ترانزیکشن ازو نفر خو د آنلاین بانکینګ سیستم او د انجه د کوئک بوکس شي زانه در مونږه تاسو د افغانستان اکټیویټ شو د کی کسبتونه ایره از استفاده کونه خو چې رقم یې کې اصول شي طریقې ده زده نفر د پیسې ورکې شي ورور د لاړشه د اکاونټ نمبر کې جمع کا ډیپوزټ کې ته چې هغه ډیپوزټ کې دل ترازي ترانزیکشن ریکارډ کړي د سینې شي کول چې مثلا ته وته دل تاسو ګوره صرف زمونږه بانک اکاونټ او دا بانک اکاونټ چې دې مونږه کرنٹ ایسټ دې زمونږه دارایي ده از وینډر باندې مونږ نشه نمې ته چې تاسو ترانسفر کونی پیسې شه فقط باید اکاونټ پای بانکي خود مو کرنٹ سیټ مو مونږ ته پیسې چې کونی ترانسفر کوم تاسو له لایدا باید ترانزیکشن شې صاحب افری ترانزیکشن شې ریکارډ میکین چې قسم ریکارډ میکین مثلا مې بتور مثال وینډر ماستا انجه مې اني جوانستا صحیح ستا اني نه اپال است پیسې شه پیسې مو قرض ګوډر پیسې د بانک روان کو صحیح د دفتر باندې منه نفر راځه د بانک پیسې پاتې وکړ انځ ته کی مې د انځ سره کو د انټر بل خوشو ده پی بل مې کونی از خپل څخه د پی بل شمون ده چند ودو خپل 20 ایره مسته و ایه مسته 21000 شت کولیش نه اس نهسته 21000 افغانستان ایره بگو پی سلیکټډ بل انتخاب ایره کې انتخاب کړی خو دیګه خلاص ډن کلیک کو پیسې چی شت برزو پیش دیگه اگر باز از طریق چی میکردی که مثلا تو میک جنرال جنرال انتریز میکردی از طریق هم میشه مشکل نیست از رایت چک هم میتونی خو اگر تو پیسه را ترانسفر میکنی ده اینجا از طریق انتربل باید اونو برسونی این را باید که ما کشیدیم ترانسفر کردیم یا کشیدیم یا ترانسفر کردیم باید کم هم شده میشه دیگه خو پیبل که میکنی از کدام اکانت میکنی از یک بانک مشخص میکنی از پشتنی بانک از پی دی کیش از هر جای بعضی اوقات میشه کیش از بانک نکنیم بس کیش اپلیکیش پیسې په تم اس کیش اکاونټ پیسې په تم میګ مینه می پیسې به دا اکاونټ جمع ورکړي چې کوی راتو ډیپوزټ کو جمع کوجا پیسې جمع کړي چې خو به دمو اکاونټ انتخاب کړي صحیح ستا یعنی یی قسم نه ویشه کې ما د انج د مینوې بانکینګ او دیم ترانسفر فند ای ترانسفر فند ویدن اور بانک اکاونټ میشن دا موبایل نه اکاونټ ای بانکی خود از خود ما کې کرنٹ سیټ مس دا د ایکسکارټ فرای ټری د بارک کالی خیر وسې اکاونټینګ چې ګرانټینګ د بنک نو موسی کیش کې چې کې کیش نو موسی نو دې چې موږ وینډر د پر فند ترانسفر نشو کولای سوال نشته دی ای بوت د ویلکم ټو یور زیمو شمه